با درود فراوان بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا هستم در برنامه فیس تو فیس در کنار وان اند اونلی علیرضا امیرقاسمی با شما هستیم. دوستان عزیز در سراسر دنیا تلویزیون تپش رو نگاه می‌کنید و خیلی خوش آمدید. مرسی. چطور بود؟ من خوبه. داری کم خوب بود؟ کم داری همچین صدات داره نرمال میشه، خودش هنره. مگه نرمال نبوده قبلا؟ قبلا دیدم تو گلوت حرف میزد، یه جوری حرف میزدی، ولی الان تو خیلی لهجه خوب انگلیسی به گوشت نخورده. نه شاید اتفاقا همون مشکل همونه. مشکل چیه؟ این لهجه رو طالب به گوشت نخورد. خدا برای همه چی جواب بده، ولی شما باور نکنید دوستان عزیز، به حرف من گوش کنید. خب چه خبر، چه احوال؟ خبرها خیلی زیاده، البته خبرهای خوب و بد در سراسر دنیا. اولا خب مسلما ما نگران خوزستان هستیم، مسلما نگران مردم ایران هستیم. اگر یه موقع یه سینه می‌نویسیم ولی در این برنامه صحبت می‌کنیم در موردش. نگران مردم هستیم، نه که فقط برای آب، سالهای سال عزیز نگران مردم هستیم. نگران مردم هستیم، نگران شما هستیم. در بهره اول نگران واکسن زدن شما هستیم، نگران گرانی هستیم، نگران مسائل مختلف هستیم، نگران مسافرت شما هستیم. همینا هست و همینطور ما نگران خودمون هم هستیم در لس آنجلس بزرگ. بله خب اول از همه بگیریم بریم به کشور خودمون، به خوزستان و اینکه یه مسئله توجه داشته باشید. من میبینم که خیلی از دوستان عزیز پست میذارم، دوستان هنرمندم، دوستان مختلفی که میشناسم و اینا. خب خیلی هم خوب، خیلی عالی. اما دو تا مسئله من اینجا برام پیش میاد. یکی اینکه دانشه، یعنی که اینها یه سری آدما دو تا عکس می‌بینن یا فکر کنم میخوان از قافله عقب نمونن و میذارن یه عکسی میذارن، این مثل اون عکسی که اون خانومی که داره آب میخوره که خیلی استفاده کردن اون عکس رو و لازم نشدن آقای مسئولین مثلا شما مادرتون اینجوری آب میخوره. اون عکس خیلی بده در صورت. آره خیلی عکس بدیه. و ما می‌دونیم که آقا در ایران در بسیاری از روستاهای خوزستان، بسیاری از مناطق خوزستان، سیستان و بلوچستان آب نیست و اینو ما میدونیم مثلا دربارش. و این یه مسئله هستش که دوستانی که مسئولین هستن دو دهه، حداقل دو دهه هست که میدونستن که ما از مشکل آب در ایران به وجود خواهد اومد، یعنی اصلا این شکی در رنج میبردیم مشکل آب. نه بیشتر و بیشتر. و این یه قصه، یه مسئله هستش که درسته برمیگردیم به دوران محمد رضا شاه پهلوی که در اون زمان، یعنی داریم در دهه 30 هجری صحبت میکنیم، حتی صحبت از روزیبی آبی در ایران صحبت بوده و حرفش بوده. ولی خب در طی این 42 سال هم هیچ کسی، آره تونل های مختلفی گفتن دارن زده میشه، راه های مختلفی گفتن دارن آبرسانی میخوان بکنن، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده. یعنی حتی پروژه هایی که در دولت شاهنشاهی وجود اومده ما هیچ زمانی اونها رو دنبال نکردیم یا اگر دنبال کردیم هنوز به پایان نرسیده بعد از 42 سال. آخه چطور میشه مسئولان این کشور بشینن سر جاشون و یه عده از کوچک بزرگ در روستاهای مختلف، حالا روستا میگیم دلیل نداره که مثلا حتما باید چون روستاست نه خب برای مثلا آب باید کمتر داره. چرا باید این آخرین زندگی راحتی نداشته باشن؟ علیرضا داشتم فکر میکردم که ما مسواک میزنیم، شیر آبو باز میذاریم، مسواک میزنیم، بعد میریم دوش بگیریم، داریم سرمون 5 دقیقه با شامپو میشوریم، دوشم بازه، داریم رفتیم کم بود 5 دقیقه، اون توی 30 ثانیه کافی شد. 30 ثانیه میدونم شما 45 ثانیه میره قطع میکنه من جاهای مهم که دارم میرسم. بعد رفتیم رستوران، باور نمیکنه 5 نفر نشستیم، 5 تا لیوان آب بزرگ با یخ آوردن گوشه، همم گذاشتن و رفتن خونه. بعد داریم بطری‌های آب نصفه رو همه نصفش میخورن، نصفش تو ماشین میمونه، آفتاب خورده بعد همه رو میندازیم بیرون. اصلا واقعا این یک گناه جرمه در این زمانی که ما داریم نگاه میکنیم. یعنی گناه جرم اینجا الان محسوب نمیشه ولی از نظر ذات خودمون، از نظر قلب خودمون ناراحت میشیم که چگونه باید این سیستم باشه. دو تا مسئله برای عزیزانی که در آمریکا یا در اروپا زندگی میکنن اول و بعد کسان دیگه. پست شما در این صفحه های اجتماعی با این ترفند هیچ کاری رو از پیش نمیبره. یعنی این فقط این هستش که 4 نفر آدمی که مثلا دارن اینستاگرام نگاه میکنن میگن ای این هم درباره خوزستان نوشته. آخه نمیشه علیرضا. اما اگر نظران راه داره. نه راه داره. راهش این هستش که از این هشتگ های فارسی، از این نوشتارهای فارسی دوری کنید، اینها رو به صورت انگلیسی یادداشت بکنید. شما وقتی میخواید دنیای مسائل رو بفهمه، این زبان فارسی واسه فقط این هستش که یه مقدار یا لایک بگیرین یا اینکه 4 نفر فالوور اضافه کنید. اون نبع اعدام خب کار کرد. آره، اما یادتون باشه اگر همون اون به انگلیسی باشه، باز دوباره اقلا سازمان عفو بین‌الملل بیشتر متوجهش میشه. ما یه مسئله این نبع اعدام درسته که واسه ما کار میکنه یا چند مسئله، ولی اینو بهتون قول میدم، اینو قول میدم من اگر شخصا یه آدم مسئولی باشم و یه کسی داشت باشم، خیلی بیشتر ناراحت میشم و دلخوره بیشتری پیدا میکنم اگر این نوشتارها به زبان انگلیسی باشه یا اگر این هشتگ ها به زبان انگلیسی باشه. چون اون موقع مخاطب ما فقط مردم ایران نیستن، اون موقع ما داریم به دنیای مسائل رو عنوان میکنیم. اون زمان لازم هست. متاسفانه بگم با یک عقیده خوب اومد جلو، متاسفانه. آره. نمیخوام واقعا. نه بعد از دوستانم میبینم مثلا بگید تو نقشه بکش بگو خوزستان رو من بگو کجاست، ممکنه یا سیستان بلوچستان من نشون بده، یه خیلی برای سخت باشه. اوکی، خوبه که شماها دارین همراهی میکنید، بسیارم فکر خوبیه. اولا که با اطلاعات برید، اول بخونید بعد برید یه کاری رو انجام بدید. این یک. دو، چون اگر انجام ندید همون حرف تو زدم. بگو چی میشه؟ اگه حرف ندید میام میگن آقا فلانی اصلا بیخیال رد شد. یه دوست عزیزی تو برنامه بیژن یا آقای نازنین اومد بالا سر من، گفتم واسه یه موضوع سوال داشتم گفتم بفهمه، گفتش که تو شما هیچی در برای آقای کاردان نگفتید چطور توی سوشال میدیا تو اینا. گفتم من وقتی تلویزیون هستش، کار من تلویزیونه، کار من سوشال میدیا نیست. به نظر من اگر تو سوشال میدیا این مسئله عنوان میکنم خب جای خودشو داره یا حسم اونجوری بوده، ولی توی تلویزیون من درباره‌اش صحبت کردم من ندیدم. چرا با هم صحبت کردیم؟ آره اتفاقا من فکر با ویدا صحبت کردم، بعد یادم افتادش که نه من چون موهاش کوتاه‌تر از ویدا بود. خب معلومه من و تو بودیم. خب معلومه. و این آقای نازنینی که من گفتم، فکر کنم من با ویدا صحبتش کردم. خب من همه برنامه‌های شما با ویدا رو دنبال می‌کنم، ندیدم اینو. بعد گفتم که وقتی رفتش یادم افتاد نه من برنامه با هم رفته بودیم، حتی با هم رفتیم. قبلش هم بعد قبلش صحبت کردم. اما در هر صورت ببینید دوستان عزیز، اینها یک مسائلی که بالاخره مثل یه شمشیر دو طرف است، یک چاقوی دو طرف است، ولی به نظرم در آخر بد نیست ما یه ذره مطالعه کنیم در مورد پست‌ها، فیلمایی که میذاریم، حداقل به قول امریکایی‌ها جمله‌شو بگم حتما credible. آفرین، خوب گفتم. credibility داشته باشه. credible میفهمم، ولی بیام credibility داشته باشه یعنی دیگه، یعنی واقع به واقعیت نزدیک باشه، واقع بینانه به مسائل نگاه کنه و ارزشمند باشه. تو خدا اگر شما جلوی دوربین نشستین، پشت میکروفون رادیو هستین، میرین روی بیرون گزارش تهیه میکنید، از گزارش که بهتون پروژه‌ای که بهتون دادن یه ذره درس بخونه، یاد بگیرین، بعد برین انجام بدین. خدا همینطوری نرین، برای خودتون خوب نیستش، باور کنید. اما حالا که علیرضا یه داستانی رو میخوام تعریف کنم، بعد برسیم به خبرهای دیگه، به کرونا در جنوب کالیفرنیا برسیم. فرانک کافکا یک این به تو ربط داره ها، خیلی مهمه، آخرش خیلی به ربط داره، اخمم نکن آخرش چی هست. آره آخرش چی هست. من رفتم بنیاد ایمان، آقای نمازخواه، دکتر نمازخواه برنامه گذاشتن برای تجلیل از خانم امین. این بانوی شعرم خوندم. شعر دکتر آقا منتظر بودم، شاید من ندیدم یا دیر رسیدم. شعر نخوندم، اما شعرهای بلندشون منظورتونه؟ نمیدونم. من شعر قشنگیشون. نه ترس بگو. من آخه دوستشون دارم، شعر قشنگ میخونه، خیلی خوب میخونه، شعرهای بلند خیلی خوبی دارن دکتر نمازخواه. خب بعد ولی خب خیلی زحمت کشیدن، یه برنامه خوبی گذاشته بودن برای خانم امین که پسرشون هم که آشنا هستیم باشون، مایک امین، مارک امین، مثلا میخوام مارک امین که در هالیوود خیلی فعال هستن. این خانواده خیلی خیری هستن. با اون روزم $100,000 $100,000 دادن برای کلاسای فارسی اهدا کردن $100,000. اما اونجا یه خانمی، آخرش گفتیم بگو، یه خانم خیلی زیبایی، میان سال، خیلی جوان، خیلی متشخصی، اومدن با یک لبخند وقتی من داشتم غذا میخوردم با چند نفر دیگه، بعد اومدن جلو گفتن سلام آقای مجید، گفتم سلام خاطر خود، گفت من 10 سال پیش به شما زنگ زدم، گفتم صبر کنید به نظر میاد یه داستانی میخواد در بیاره، گفتم آخرش چه داره؟ گفت نگران نباشید آخرش تقریبا خوبه، گفتم خدا رحم کنه. بدونم چی شد؟ گفتم من 10 سال پیش به شما زنگ زدم، گفتم من به یکی از دوستام گفتم تازه وارد امریکا شدم، یه روز بود، گفتم من میخوام کمک، گفتم به حسین مجید زنگ بزن، من به شما زنگ زدم، گفتم وای خدا، دوستان نفر دیگه هم داشتن گوش میکردن اونجا، الان داره خراب میشه، گفتم زنگ زدم و گفتم من چیکار کنم، اینجا 2 تا بچه دارم، فلان دارم، همسر دارم، ازدواج کردم، اینجا هستم، میخوام درس بخونم. شما گفتین ببینید در یک سنی هستی شما با 2 تا بچه که دارین، پایورتی اون چیزای اصلی زندگی بچه هستن، اینه که من به شما رو بفرستم 10 سال درس بخونید شاید موفق نشین، ولی اگر یک کلاس مثلا 12 14 15 برید امکان داره بهتر باشه براتون که بریم بیرون کار بگیرین، یکی این رشته ها رو که دوست دارین انتخاب کنین. بعد ایشون خداحافظی کردن، گفتم خب چی شد؟ گفت نه من برای شما گفتم بعد از اینکه شما با من صحبت کردی خیلی تاثیر گذاشت روم، تاثیرش اون بود که گفتم نه من باید برم حتما دنبال اون چیزی که فکر می‌کردم که ایشون به من گفت فعلا این کار انجام بده، رفتم و داروساز شدم. باریکالله. آخه موندم گفتم ببین در اصل گفتم ولی انقدر مهربونه، ولی گفت ببینید درسته که شما رو من گفتید ولی انقدر به من کمک کردی با صحبتات، برعکس من انجام دادم، رفتم بعد بچه‌هاش آورد معرفی کرد اینا. حالا می‌خوام که آخرش بگو، فرانک کافکا یک نویسنده خیلی خیلی بزرگ دنیا در سال‌های 1920 تا خیلی معروفه که در پراگ به دنیا میاد، در اتریش فوت میکنه و اینا، ولی در سن 40 سالگی فوت میکنه، یه بونکی از توبرکلوسیس از سل فوت میکنه. فرانک کافکا می‌نویسه یک روز در یک پارکی قدم می‌زدم، یک دختر بچه 7 8 10 ساله گریه می‌کرد. فرانک کافکا همون کافکای خودمونا در ذهن. ایشون لغتشو به عنوان نوع انگلیسیشو میگه. بفرمایید. حالا گفتم اصلش رو اینترنت اعلام می‌کنیم گرسی. کافکا اصلا به نام کافکا میشه. سرش به خیلی به اسم کوچه‌شو نمی‌دونن. خلاص یه دختر بچه‌ش گریه می‌کرد. پیش میگه دختر جان چرا گریه می‌کنی؟ میگه عروسکم گم کردم. میگه خب بیا با هم بگردیم پیدا کنیم، $1000 گریه میکرد، هر چی میگردن عروسک پیدا نمیکنن. میگه ببین ناراحت نشو، فردا من میام دوره با هم دنبالش میگردیم. میرو فردا دوره میاد تو پارک، دختر خانم بچه‌م اونجا بوده، با هم میگردن و پیدا نمیکنن. یه دفعه میگه بیا من پیدا کردم، یک عروسکی که خریده بوده میده بهش، میگه نه این عروسک من نیست. میگه چرا؟ بیا این نامه باش اومده بوده. میگه نامه چی نوشته؟ میگه یادت باشه من رفته بودم به مسافرت دور دنیا، خیلی سریع رفتم و برگشتم، مسافرت های دور دنیا آدم عوض میکنه، برای همینه که من عوض شدم. میگه اه چه جالب، قبول میکنه و میگذره. 1 سال بعد برمیگرده به همون برلین و این دختر خانم رو میبینه و یه نامه بهش میده که نوشته بود آره من رفتم مسافرت و برگشتم و اومدم و این واقعا باور کن این عروسک خودته. و این دختر خانم قبول میکنه و دیگه فرانک کافکا یا کافکا رو دیگه نمیبینه. 1 سال بعدش فوت میکنه، خانم بزرگ میشه، سنش میره بالا، همون عروسک داشته چند سال بعد در داخلش یه نوت انقدری پیدا میکنه که اون موقع نوشته بوده، گذاشتهش تو عروسک، نوشته بوده دختر عزیزم یادت باشه در زندگی ما عشقها و کسانی را دست میدیم که ناراحت میشیم، گریه میکنیم، ولی این عشقها، این دوستا به یک فرم دیگه برمیگردن به زندگی ما. یادت افتاد من رضا چقدر دوستای خودتو از دست دادی، ولی وقتی 20 سال پیش من اومدم این زندگی عوض شد. انا از دوستی خیلی عوض شدی واقعا، همه میگم قرصامو بیشتر شده. خیلی داستان جالبی بود، بگردیم پیدا کنیم کل مقاله رو بخونیم، خیلی قشنگه، قصه قشنگی هستش. و دختره کانونس میشه، یعنی قبول میکنه اون موقعی که این عروسکش همون عروسک مسافرت دور دنیا رفته و عوض شده، خوشحال میشه، عروسک بغل میکنه و میره. در هر صورت این از این. خب در مورد مسئله کرونا جدید در الی کانتی یعنی لس آنجلس بزرگ بگید. خب همونطور که اطلاع دارید روز سه شنبه یک الرت بزرگی در لس آنجلس اومد و اطلاعیه که دوستان عزیز حتی کسانی که واکسن هم زدن از جمله دستیارهای خانم پلوسی و البته در فاکس نوشته بود دستیار آقای بایدن. آره توی فاکس این اعلام کرده بود که هر دوتای اینها، ولی در جاهای دیگه گفته بودن دستیار خانم پلوسی فقط. ایشون با اینکه واکسن زده بوده ولی کرونا گرفته و کرونا دلتا گرفته و گفته بودن که اینو شوخی بردار نیستش، نباید شوخی کرد باش و باید مواظب باشید. این موضوع در لس آنجلس به جایی رسیده که هر کسی در آن در جاهای سربسته به خصوص داره وارد میشه باید ماسکش رو همراه داشته باشه و مثلا ساختمان ما که دوباره درها رو باز کرده بودن برای اینجا که تپش هستش الان دوباره گفتن. با یک اطلاعیه بسیار بزرگ اومده که حتی در زمانی که تو راهروی طبقه خودتون دارید حرکت میکنید یا بخواید دستشویی برید باید ماسکتون رو داشته باشید و این اصلا اهمیتی به این نیستش که شما واکسن زدید یا نزدید یا در چه موقعیتی هستید. ماسک الان یک مسئله مندتوری در سطح به نظر میاد به طرف برتر هم داریم میریم واقعا. اینطور که اطلاعیه‌ای که روز سه شنبه اعلام شد این بودش که این مسئله بدتر میشه. الان صحبت از این هستش که مردم لس آنجلس امکان داره دوباره شاتداون رو اعلام بکنن و دوباره کسی اجازه بیرون رفتن نداشته باشه. این مسئله عنوان شده و از طرف دیگه همونطوری که شما میدونید گاورنر کالیفرنیا اعلام کرده که کمک مالی میخواد. فرماندار کالیفرنیا آقای نیوسام، نمیدونم چرا ماها بهش میگیم فرماندار ولی میگیم استاندار، هر دوش استاندار فرق میکنن با هم دیگه. آره ولی اینو استاندار فکر کنم مقام بالاتری هستش تا فرماندار اگر اشتباه نکنم. فرمانداری آره فکر کنم استاندار مهمتره. حالا نمیدونم ولی بگیم استاندار مثلا فارس یا فرماندار کوهگیری بویر احمدی. آفرین، پس پیش استاندار قوی تره که میشه کالیفرنیا. حتی تا یه جایی رفتش که ایشون این مسئله عنوان کرده ولی از طرف دیگه صحبت از آقای بایدن هست که آقای بایدن امکان داره دوباره استیمولوس چک دیگری رو راهی مردم آمریکا بکنن که شروع شده بله که شروع شده و ایالت کالیفرنیا هم خودش یه بودجه گذاشته برای این مسئله بیرون خواهد داد. یک بودجه 100 میلیارد دلاری هم گذاشتن برای بیخانمان‌های لس آنجلس. 100 میلیارد دلار گذاشتن برای این کار و به لس آنجلس نزدیک شاید 5 میلیارد دلار خواهد رسید و کل کالیفرنیا این پول استفاده خواهند کرد و پول‌های دیگری که کمک می‌کنن به مردم. ولی من ببینید واقعا اصلا این داستان قبول نمی‌کنم اصلا. ببینید شما 600 دلار به کسی میدن که 70000 دلار درآمد داره. بله. 600 دلار به یه نفر میدن که 50000 دلار درآمد داره. 600,000 دلار به یکی میدن که اصلا اینجا زندگی نمیکنه اصلا. 600,000 دلار به کسی 600,000 دلار 600 دلار 600 دلار به کسی میدن که اصلا اون اعلام درآمد نمیکنه. بله من میگم تو رو خود این کارو نکنید. مواظب باشید. 600 دلار رو جمع کنید. ندین به ماها. اینا رو خرج این مسئله مستقلات، زندگی، خانه، آپارتمان برای کسی که احتیاج دارن بکنید. تو رو خدا این کارو بکنید. ببینیم مثلا برگردیم به عقب در رابطه با خوزستان، درباره آذربایجان، لرستان و همه اینها، حالا لرستان، نسیستان و بلوچستان و اینکه اینها همش صحبت از این میشه در میان صحبت ها که اینها تو فکر این مسائل نیستن. این شلوغی ها دارن میکنن چون اینا میخوان تجزیه کنن و این مسائل. من اصلا به این مسئله باور ندارم که این تجزیه طلب ها هستن. من این مسئله رو باور ندارم. ببینید نشان دهنده یه مسئله خیلی جالبی هستش که اتفاقا چند روز پیش دکتر پیرمعظم داشت درباره این مسئله صحبت میکرد و برام جذاب بود سخنانش. خب ایشون رو همه میشناسن که شخصیت‌های معروف در دانشگاه هاروارد قبلا بودند و کارهای مختلف انجام دادن، در ایران هم بودن ولی خب الان در خارج از کشور زندگی میکنن، به ایران هم بر نمیگردن. یه مسئله که ایشون عنوان میکرد این بودش که آذری ها یا این پان ترک ها یا پان عرب ها اینها کسانی نیستند که میخوان یعنی تعدادشون به اون اندازه کل استان نیست، ولی خب خیلی از این لغت یا از این جمله سوء استفاده میکنن که بگن آقا ما اگر اینا رو سرکوب میکنیم به خاطر که اینا تجزیه طلب هستن. اینها تعدادشون کمه. و یه مسئله دیگه توجه داشته باش حسین عزیز، اومدن کالیفرنیا گفتن آقا کالیفرنیا ثروتمنده، آیا امکان داره روزی خودش رو از آمریکا جدا بکنه، از 50 استیت آمریکا؟ بعد یه رأیگیری خیلی معمولی انجام دادن که تو این رأیگیری 6% موافقت این مسئله کردن، یعنی 94. من که رأی ندادم. آره. یادم نمیاد. نه من همینطور. ولی حساب اینو بکن که اصلا این اشخاصی که نمیتونی باشون صحبت معمولی ها 94% آمریکا رو مطمئنا آمریکا رو میخوان، همه آمریکا رو میخوان، کسی که تو آمریکا زندگی میکنه، نه که یک ایالت فکر کنه چون ایالت کالیفرنیا ایالت سرمایه‌دار و پولداری هستش این مسئله باشه. نه، برای ایران هم همین حالته، مگر اینکه شما اذیت بشید. ببینید بهتون توجه نمیشه. من یه وقت یه دفعه صحبت کردم، من به گفته خیلی دوستان میگفتن همه جای ایران سرای من است، برای منم همین حالت داره. من فکر کنم که هیچ وقت دوست ندارم این نقشه ایران شکل دیگری به خودش بگیره. دوست دارم بزرگتر بشه ولی هیچ وقت دوست ندارم کوچکتر بشه. متوجهی؟ پس ولی زمانی که شما به سیستان و بلوچستان نمیرسید، زمانی که به آذربایجان نمیرسید، یه سری چیزهایی که بیدلیل هستش ازشون قطع میکنید، اینها حس میکنن که اگر بهشون اون مهر داده نمیشه این دلخوری پیش میاد و طرز فکر تجزیه طلبی پیش میاد یا برای خوزستان. درسته میگه. من خوندم در موردش فکر کردم. اگه غیر از این باشه، اگه به اینها اون چیزی که میخوانه بدید، چه ایرادی داره که تو مدارس آذربایجان زبان ترکی هم درس داده بشه؟ من نمیدونم چرا باید به جایی که کمک کردن با شما ارتش بفرستید اونجا. آره. کمک میکنه اینا رو. ما بارها کار داریم میکنه. درسته که این دوستان یا این هموطنان ایرانی عرب ما ببخشید اسلحه داشتن، ولی آیا اسلحه شلیک کردن به طرف، ممکنه تیر هوایی فرستادن، ولی آیا شلیکی کردن به طرف معمولی؟ ولی معمولی مستقیم تیراندازی میکنن. اینو همیشه انجام میدن. این هست. در هر صورت امیدوارم که این مسائل حل بشه و خیلی متاسفم. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. اما آقای امیرقاسمی، اولا به یک فیلم نگاه کنیم از طرف کجا خانم، از طرف الان بهتون میگم هیچ جا نریدا، تکون نخورید از سر جاتون، از تکون خانم ماه منیر عزیزی. آها، فیلم زیاد اومده، متاسفانه خیلیشو نمیتونم استفاده کنم. یعنی که ما احتیاج نداریم، خیلی زحمت میکشین ها، لطف میکنید، البته برنامه رو داری نگاه میکنی، فیس تو فیس و فیلم برداری میکنی برای ما میفرستید، ولی من اگر ما بخوایم بسوم شما حداقل ما صدای خودمون که میدونیم دیگه، اونو کم کنید، صدای خودتون زیاد کنید که اگه کامنت داریم ما صدای خودمون کم داره درخواستات زیاد میشه. کم درخواستات زیاد میشه. کدوم درخواست؟ اطرا من اول گفت فیلم بگیریم بفرستید، حالا میگه نه صداش کم کنید، حالا بعدش میگه تو آشپزخونه تو ببین غذا چی می‌ریزه، بعدم سوار هاپ بشه بیاد. ولی نه فکر خوبیه، سلامی بکنید و صدا کم باشه. باور کنید من نمیخوام دوباره صدای اینو بشنوم. خدا مجبوره، بازور اینقدر زنگ میزنه من بازور بشنوم، نمیخوام بشنوم، برای همین صدای ما یک لحظه آروم نمیذاره منو. و بگی از کجا هستی روز خانم محمودی؟ از کجا؟ نه خب صبر کن صحبتم بکنم، تو به جای حساس میشه چرا خاموش میکنه؟ تو روشن میکنی؟ نه لامبه گفتم بابا گوچه حسادش میرسه ناراحتم منو خاموش میکنن. اما خانم ماهمونی رزه فقط خیلی مهمه شما به صحبت ایشون گوش کنید، چند سن 10 ثانیه، چون ربط داره به صحبت بعد ما. نگاه کنید. درود بر شما آقای امیرقاسمی و آقای حسین مجید، برنامه‌تون رو خیلی دوست داریم و خب برصورت کاریتون عالیه، حرفه‌ای هستین هر دو. و یه چیز خیلی جالبی که من دوست دارم شخصا، موقعی که با هم خیلی شوخی میکنینه، بسیار لذت میبرم. عالی عالی، انشالله که سلامت و تندرست باشین. خدا نگهدار. خب هم دیگه شنیدی علیرضا که دیدیم. از کجا بودن ایشون؟ جاشون متوجه نشدم. نگفتن. آره. ایران هستن. او ایران هستن. هم دیگه ایشون گفتم من از شوخی‌های شما با هم دیگه می‌کنین خیلی لذت میبرم. مرسی. از شوخی‌های شما می‌کنید خیلی لذت میبرم. خب ما زمان برد که این یخ آب شه. ببینید چه قیافه خودش میگیره. این جریان مثلا جریان کافکا هست. نگاه کنید، برگردید به گذشته. نگاه کنید ببینید در سر پیش چطوری برنامه اجرا می‌کنه. بعد اینقدر بد اخلاق بود. همه اونا میگن باور نمی‌کنید این واسه ببینید. این اصلا اگه شما نگاهش کنید در گذشته اصلا کلا اینقدر عادت کرده بود یه ابروش همش بالا بود. بعد یواش یواش ما رفتیم وزنه‌های کوچولو خریدیم گذاشتیم به ابروش اومد میزون شده. همین چند روز پیش گفتم بریم حسین راه بریم با هم دیگه. بعد رفتیم، بعد قبل از که راه بریم من گفتم من برم یه دقیقه دستشویی بگیرم. بعد قیافه اینو می‌دیدی که اصلا چه ریخت. آقا بچه ما راه انداختی به خودت گفتم نه با شوخی کردم. ما همیشه قبل از راهپیمایی یه 20 دقیقه میشینیم صحبت میکنیم، هوای ذره خونته، بعد بالا میشیم راه میافتیم. دستشویی هم خیلی فاصله داره. هر موقع اونم بریم سر چهارم رو نگه می‌داریم میگم برم دستشویی. این دفعه کلک زد، یعنی نمیخواست بره، می‌خواست من اذیت بکنه. اما اون مهم نیستش. همینطور که خانم گفتن من از شوخی‌های شما خیلی لذت می‌برم. خیلی لذت. بعدم که دیدی گفتن که حسین مجید چقدر بامزه است، خیلی خوبه که شما رو مثلا یه مقدار کاور میکنه. البته نه اینو نگفتم، ولی تو قلبش اینطوری میاد بیرون. ولی حالا من میخوام برگردم به این که شما نگاه میکنین علیرضا، یه دفعه هم صحبت کردیم چند سال پیش، مثلا نگاه کنیم به هنرمندای خیلی خوبی داره، مثلا میگم پرویز صیاد، بله، پرویز کاردان، بله. خب اینا کاری کمدی هم انجام دادن، که فیلم‌های کمدی و غیره انجام دادن، خیلی عالیه، در خاطرها مونده، صمد کی میشه فراموش کنه؟ آیا پرویز صیاد بیرون هم باید صمد باشه؟ نه. آیا شما همون شوخی‌ها رو میتونید با پرویز صیاد انجام بدین بیرون میدین؟ نه. تقی ظهوری یکی از بهترین کمدین‌های ما بود و آیا دیدم یه مردم چگونه در آبلی باش رفتار کردن چون اون کمدینه، و یا مجری‌ها یا هر کسی دیگری که تو این بیزنس هست، آیا ما میتونیم چون اونا حرفه کارشون اینه، آیا ما میتونیم به خودمون اجازه بدیم که ما هم شوخی بکنیم؟ بعد اگه اونا بهتون گفتن که چرا شوخی میکنید با ما، این درست نیست، و میگه باور نمیکنم شما خودتون شوخی میکنید، ما چرا نمیتونیم شوخی کنیم؟ نظرت چیه؟ نظرم این هستش که ما بزرگترین مسئله که این داریم، من تجربه رو داشتم، دیدم که مثلا آقای صیاد رفته داره خرید میکنه، یا آقای دیگه اومد خانم اومد بغلش وایساد گفت سلام صمد، و ایشون بهش خیلی برخورد، خیلی ناراحت شد، گفت من صیاد هستم. بعد بعض وقتا بعضی دوستانی که میبینم بیش از اندازه جدی هستن، یا مثلا آقای صیاد یه آدمی هستش که بسیار آدم جدیه تو بیرون. حالا من اینو میگم که آیا ایشون اون سپر رو دور خودش میبنده میذاره، چون معمولی آدم بانمکیه، کلا انسان بانمک و انسانی هستش که گاهی وقتا طنزای خیلی قشنگی میندازه میدن به آدم، ولی کلا وقتی نگاه میکنی به این حسشه که این الان یه ذره این سپر رو برداره، امکان داره که به جای پرویز صیاد که یک انسان فرهیخته و آگاهی هستش، فردا بهش صمد بهش بگن، و اون دوست نداره، دوست نداره، هیچ کسی دوست نداره که یه شخصیتی که براش یه شخصیت واقعا آگاهیه، آدمی هستش که ازش ما بارها کارهای مختلفی دیدیم که در هر کاری که حضور داشته بالاخره باور بکنید که تأثیرگذار بوده، چه در تئاترایی که ایشون نوشته و کارگردانی کرده، چه تو کارهای مختلفی که جلوی دوربین قرار گرفته، تأثیرگذار بوده. برای همین این بحث لازمه که ادامه پیدا کنه. برای همین اگر موافق هستید یک تنفس کوتاه بریم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. حالا ادامه میدیم دوستان عزیز. علیرضا با من شوخی نکنم بیرون، اگه اینجا شوخی میکنی خب اینجا تو برنامه بیرون نبینم با من شوخی بکنی. واقعا همینطور. اتفاقا این مسئله جالبه به خاطر اینکه درست قبل از اینکه برنامه شروع بشه شاید ما اصلا کلا کاراکترمون یه کاراکتر دیگه باشه، یا کاراکتری که مثلا ما داریم یه برنامه رو میخوام انجام بدیم، کاراکتری که در منظر مثلا حسین یا در منظر من صورت بگیره باز یه چیز دیگه، و بعد در مقابل دوربین ما یک نقشی رو یا یک کاراکتر رو پیدا کردیم که این کاراکتر رو اجرا کنیم. تو خونه من همش ازش ناراحت میشم. آره مثلا میرم خونه‌اش همش ناراحت میشم کاری که میکنه. نه مثلا چیزایی که من میخوام مثلا اینجوری، و بعد یه مسئله وجود داره باز دوباره، زمانی که من کاملا جدی هستم یا تو کاملا جدی هستی، حالا حسین بهش زود بر میخوره، من نه، من زود بر نمیخوره، من فقط خیلی محکم صحبت همو میکنم. آره نه اخلاقش خیلی خوبه بیرون. اینو برای اولین در دومین بار ازش تعریف میکنم، خیلی متاسفم دارم تعریف میکنم. اصلا دو بار یه دفعه چند وقت پیش تعریف کردم، یه دفعه الان خیلی متاسفم، ولی خب سریع بگم اخلاقش خوبه بیرون، مسئله نیست. کلا دلیل نمیشه که اگر ما جلوی دوربین با هم دیگه شوخی میکنیم، وقتی یه شخص دیگه ما رو میبینه با هم شوخی کنیم. یه زمانی من یه لغتی رو استفاده میکردم، تو رو خدا میگفتم. این تو رو خدا خیلی مطرح شده بود دیگه، و خب تو رو خدا، آره تو رو خدا، مثلا طرف که زنگ زد یه چیزی میگه، این تو رو خدا معنی مختلف داشت، بس اینش کجا قرارش میدادی که این تو رو خدا بود. یا قبل از اونها این لغت بی تو هرگز با تو عمری که بعدا هم از روش شهیات برداشت آهنگ درست کرد. و این مسائل این هم باز دوره یک از اون ساینر یا لغته بود. نه واقعا آره این هم یه چیز دیگه بودش. ولی خب ببین در زمانهای مختلف یه موجی میاد یه چیزه، بعد مثلا میرفتم بیرون تو حال دیگه هستی، بعد یه کسی میاد جلوتوری میگه تو رو خدا، تو رو خدا، خب چی بگم؟ نمیدونی چی باید بگی، نمیدونی بخندی نخندی چطوری هست. اگه من با علیرضا اینجا شوخی میکنم این برای شما بته برمه اتمسفر برمیده دیگه. آره هنرمندتون که میبینید اینم برمیزه نشده ها، پیش میاد. دلیل نمیشه اگه ما این کارو میکنیم مثلا شما هم بتونید، من نه بتونه که میتونی که شما مثلا با ما شوخی کنید، چون بگه ما جنبشی بس نداریم با کسی دیگه شوخی بکنیم. نه این اصلا درست نیستش به نظر من. نمیخوام کسی اما ناراحت بشه. من برنامه آقای کاردان این بحث توی این مسئله پیش اومد که تو برنامه کاردان یکی از شخصیت هایی که به هر صورت یکی از آدمای شناخته شده بود میگفتش که من آقای کاردان که دیدم و اینا، چون مراد برقی رو تو ایران دیده بودم، دیدمش بهش گفتم شما مراد برقی هستی، و بعد اون گفتش که نه من کاردانم. این خیلی بده که به یک کسی برگردی بگی آقا تو فلان با از خارج رفته بودم ایران. آره. و اصلا نمیدونستم. یه شب گفتن خیابونه خلوت شده. آره. و چرا خلوت شده؟ گفتن این شو مراد برقی. نگاه کردم دیدم چیز جالبیه، وقتی ایشونو دیدم گفتم ای شما آقای مراد برقی هستی. آره سالها بعد که تو آمریکا دیدمش. آره ولی چه جذابیتی داره این حرف، یعنی شما از قصد انجام نداده بود با دزم اصلا ربطی نداره. به نظر من ما نباید اونو استفاده قبول دارم. البته خواستم اینو باتون یک نگاهی کرده باشیم. مثلا شما این نگاه کن، این مسئله باز دوباره من دیدم که مثلا خانم گوگوش رو یه کسی تو لاس وگاس به خاطر اون داستان چیز استفاده کردش، اون قیمتی که گذاشته بودن روش که تو فیلم همسفر که اون علی بره و گوگوش رو بیاره، دارم 30 تومانی 5 تومانی دارم چیزایی از اصلا قشنگ نیست. حالا هر چقدر میخواد بگی یا من خیلی به تو علاقه دارم یا این حرف قشنگ نیستش. ما درباره یک اسطوره صحبت میکنیم، یک کسی بعد باهاش این چیز خوبی نیست. ممنون، خیلی ممنون. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. و اما ما همیشه در زندگی ما خب رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله اینا همیشه نقش بزرگی داشتن. من زیاد علاقه به کتاب خوندن ندارم، علاقه به گوش کردن رادیو دارم، دیدن تلویزیون دارم، خوندن مجله و روزنامه دارم. خب رادیو نقش بزرگی انجام میده در زندگی ما. مخصوصا رادیو چقدر مهم بوده در زندگی ما ایرانیان در خارج کشور. رادیو گلچین، لس آنجلس. سرگرمی، طنز آموزشی، انرژی مثبت، موزیک های شاد، با رادیو گلچین لس آنجلس. هر روز از صبح روز خودت رو بساز. تنها رادیویی که بهت فقط نشاط و آرامش میده و حال دلتو خوب میکنه. رادیو گلچین لس آنجلس با مدیریت یاسمن گلچین. از هر جای دنیا میتونید به این رادیو گوش کنید و لذت ببرید. ریلکسیشن های روزانه رو هم از دست نده. جهت دریافت لینک یا اپ رادیو همین حالا به وبسایت ما مراجعه کنید. رادیو گلچین لس آنجلس www.yasamangolchin.com. درباره یاسمن گلچین میگم که این یک ارتباط دو طرفه است. یعنی همونطور که رادیو گلچین ما رو حمایت میکنه، ما هم رادیو گلچین رو حمایت میکنیم و دوست داریم که رادیو گلچین تو خونه همه شما، تو ماشین همه شما پخش بشه. چرا؟ چون یک رادیویی که واقعا یک رادیو مثبته، یک رادیویی که امروز ما نیازش داریم. جالب بود، یک بحثی رو گوش میکردم که میگفت ما این روزها انسان ها اون چیزی میشن که باهاش برخورد میکنن و باهاش روابط دارن. ما این روزها به خاطر که اخبار بد رو گوش میکنیم بیشتر و دور و برمون اخبار بد میگذره، ما رو کم کم داره به اون فضا میبره که اعصابمون ناراحت باشه، نتونیم کنترل خودمون رو داشته باشیم، تو محیط دیگه که میریم با مسائل مختلف روبرو بشیم، بی خودی بوق بزنیم، بی خودی دلخور بشیم. همه این مسائل چرا؟ بخاطر که فضای حواشی ما این مسائل رو با خودش به همراه داره. رادیو گلچین درست در تمام این دنیا و در تمام فضایی که گفتی اغتشاشش بیش از اندازه در وجود داره اومده و یک رادیوی کلاً پازیتیو توتالیته به وجود آورده. یعنی چی؟ یعنی یک رادیویی که به شما تمام اخباری که میده اخبار مثبته، اطلاعاتی که شما دوست دارید بدونید، اطلاعات عمومی که نیازمندید که بدونید در رابطه باهاش، که اونها میتونه این اطلاعات مثبتی باشه. چرا؟ چون در فکر شما، در ذهن شما این موقعیت پیش میاد که ما نیاز داریم درباره تاریخ، درباره جغرافیا، درباره مسائل مختلف روز اطلاعات داشته باشیم و اینا اطلاعات مثبتیه که میتونیم داشته باشیم. اطلاعات خوب شده. خواهش می‌کنم. مثل همین الان که صحبت تو کردی درباره کافکا گفتی، این یکی از بخش‌های مثبتی بودش در برنامه ما که ما در رابطه با کافکا صحبت کردیم و یک اتفاقی که تو زندگی یک دختر بچه اتفاق پازیتیو و مثبتی باشه. رادیو گلچین این نوع فضا رادیو است، رادیویی که سرگرمی‌هاش، برنامه‌هاش همه زیر نظر خانم یاسمن گلچین اومده تا یک رادیوی مثبتی رو به شما بده که حال شما خوب بشه. تماس بگیرید، لینکش رو بخواید با تکس میتونید اینو درخواست حتی بکنید که لینک رو براتون بفرستن. هر جایی که باشید، هر جایی که باشید، در آمریکا، در اروپا، در کشور خودمون، هر جایی که باشید، از با این لینک میتونید رادیو گلچین رو گوش کنید، از برنامه‌هاش لذت ببرید و مطمئنا رادیویی خواهد بود که طول روز که شما اینو گوش بکنید برای پدر مادرهای عزیز که به هر صورت نیاز دارن خبرهای خوب بشنون، اطلاعات عمومیشون بیشتر بشه، مسائل مختلف بذارن، خیلی رادیو خوب و مثبتی هستش. باز هم گفتم تبریک میگم به یاسمن گلچین، به همه همکارانشون و رادیوی گلچین لس آنجلس. رادیو گلچین لس آنجلس، رادیوی شما، رادیوی خانواده شما. چرا باید به رادیو گلچین گوش کنم؟ به خاطر اینکه یک تفاوت اساسی با همه رادیوهای دیگه داره. اون همین هستش که فقط شما اتفاقات مثبت و چیزی که براتون آموزشی باشه و به روح و روان و خانوادتون و رابطه هاتون کمک بکنه در این رادیو میشنوید. این رادیو هیچ تم منفی نداره، اخبار منفی نداره، همه چیز مثبت هست تا بتونه توی این دنیایی که یکم خاکستری شده حال روزتون رو خوب بکنه. برنامه‌های رادیو مثل برنامه‌های تاریخی هستن، نمایشنامه داریم، برنامه‌های آموزشی داریم در مورد اینکه تکنیک‌های مختلف که خودم معمولاً این برنامه‌ها رو اجرا می‌کنم که چطور با این تکنیک ها بتونیم روح و روانمون رو آرامش ببخشیم و کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. همینطور برنامه هایی داریم سلامتی، راجب سلامتی شما صحبت میکنه که چطوری به خودتون کمک بکنید. برنامه هایی داریم برای زیبایی، کمک بگیرید و آموزش میده بهتون، طنز، سرگرمی و هر برنامه‌ای که شما فکر میکنید برای خودتون و خانوادتون نیازه که در یک رادیو بشنوید میشنوید. برنامه های ما 24 ساعته هست، ضمناً این رادیو رو میتونید حتی در ماشینتونم گوش بدید. کافیه بلوتوستون رو وصل بکنید به تلفنتون و با یک صدای پر کیفیت میتونید به رادیو گوش کنید. لینک یا اپ رادیو رو هر موقع گرفتید و لذت بردید حتما یادتون نره برای همه عزیزانتون بفرستید که اونها هم بتونن لذت ببرن از شنیدن رادیو. همینطور در خلال برنامه ها در هفته چندین بار برنامه های خیلی کوتاهی داریم که شما میتونید با اون برنامه در کنار من تکنیکی که دارم انجام میدم رو عملی همون لحظه با من انجام بدید و انرژی روح و روان و بدنتون رو بالا ببرید. جهت تهیه لینک یا اپ رادیو، اگر از کشور امریکا یا کانادا هستید میتونید با همین شماره‌ای که زیر صفحه میبینید یک SMS بدید و بگید لینک رادیو تا بلافاصله براتون فرستاده بشه. اما اگر از هر جای این دنیای زیبا هستید، به خصوص کشور عزیزمون ایران، میتونید با همین شماره در واتساپ پیام بدید و بگید لینک رادیو تا براتون فرستاده بشه. رادیو گلچین، رادیوی شما. رادیو گلچین. فقط من یه عجز اضافه کنم. در مورد چک های دولت ما صحبت کردیم. هیچ چکی از طرف دولت فدرال برای کل امریکا فعلا نخواهد اومد، ولی چون همه دوستان عزیز در ایالت‌های دیگه ما رو دارین نگاه میکنین، برای ایالت ما، من ایالت دیگه خبر ندارم، برای ایالت ما کالیفرنیا قرار اون $600 رو به کسانی که بین $30,000 تا $75,000 درآمد دارن پرداخت کنه. حالا یکی میگه پس اونایی که زیر $30,000 چی؟ اونا در دو سه ماه گذشته گرفتن پولشون. حالا میرسیم به کسانی که بین $30,000 تا $75,000، ولی بازم عقیده من بود که ندن بهتر اینا استفاده کنم برای برنامه‌های دیگر، اما مسئله این نیست. من همسر لیلای عزیز رو در کنسرت بیژن اسی آقای اسی نبی رو دیدم، بعد گفتم چطور اوضاع بیزینس کاسپیان چطور اینا؟ گفت والا ما هر شب سولداتیم ولی مجبوریم 50% ببندیم درا رو. گفتم چرا؟ گفت چون هیچ کسی نمیخواد بیاد سر کار. مثلا ایشون 60 تا کارمند داشته الان شده 20 تا، چون 40 تا دیگه دارن از این پولای دولتی میگیرن، دوست ندارن برن سر کار. آره. و این فقط برای یک کاسپیان نیست، چون میخواد بهترین سرویس بده، برای همین مجبور رو 50% ببنده، به جایی که کل سالن رو 400 نفر راه بدن 200 نفر میارن. و این فقط برای ایشون نیست، من هر خیلی از جاهای مختلف میشناسم که اکثرا اینجوری، یا اینکه مشتری دلخوره و ناراضی. حالا الان که صحبت شد، بعد از 1.5 سال اولین کنسرت انجام شد، بله، و اونم در اورنج کانتی، درست جنوب لس آنجلس، با نزدیک 1.5 ساعت فاصله. بله. کنسرت بیژن مرتضوی عزیز بود و به ما بگو ببینم چطور بود. بسیار خوب، به نظر من برنامه بیژن خیلی خوب بود. انتخاب آهنگاش هم توی به خودش هم گفتم، انتخاب آهنگاش بسیار خوب و مناسب بود و من تماشاگرام که دیدم اومده بودن، بیژن ریشاشو نزد در زمان کرونا. نه ریششو نزده بودش و با نمک گفتی بزن یا نه بهش گفتم تریمش کن، گفتم تریم کوتاهش کن. آره گفتم فیدش کن، نه گفتم فید کن پایین که میاد بیشتر بشه. آره مثلا الان این مد شده دیگه، الان نگاه بکنید اینو کسی که مدش کرد و همون بازیگر معروف فیلم سی، اگر دیده باشید سریال سی رو دیده باشید، اینو مد کرد که بعدا ما دیدیم مثلا دوستان تو هنرمندای ایرانی هم امیر آقایی و اینا هم تو همون فضا رفتن و اونجوری انجام دادن. میشه در کوتاه‌تر کم کم بعد اینجا بلند میشه یه خودم تیز سرش. خب بیشتر خب خوشتیپ هست، فرق نمیکنه زیاد. میترسی ازش اینجوری حرف میزنه. ندی خوشتیپه دیگه و این همه طرفدار داره. بله. نیست؟ چرا؟ میترسی گفتی قبول کردی حرف منو؟ نه. نتونستی مخالفت خودت مثلا نشون بدی. اتفاقا با بیژن خیلی راحت هست. خب بگو ببینم چیه؟ خب من گفتم برنامه‌اش خیلی خوب بود. برنامه بسیار خوبی بودش. همه چیز به نظر من از لحاظ اجرایی، انتخاب آهنگا، همه چی خوب بود. من نگاه کردم، من یه کار قشنگی کرده بود. اول برنامه و وسط برنامه گفتش که یه بخشی هستش که الان یه سری رقصنده‌اند دارن میان که با ما همراهی کنن. من والا حقیقتش وقتی گفت رقصنده هستن گفتم نه همیشه به منم مخالفم، من خراب میشه برنامه. گفتم تو رو خدا نه، چون یه سری خانم‌ها میان همونشون عین همیشه میرقصن و همون حالت و این چیزا، اصلا واقعا بعد 5 تا دختر کوچولوی 7-8 ساله اومدن. خب اونا اینقدر باحال بود، اینقدر خوشم اومد که من و بقیه دوستانی که نشسته بودیم، لیلا عزیز و فریبای عزیز و همه، شروع کردیم به تشویق این بچه‌ها و لذت بردیم. خیلی دوست داشتم شرکت کنم در این برنامه، ولی خب فیلماش دیدم. منم در یک برنامه دیگه بودم که مهم بود که ایشون اونجا باشه من اونجا باشم، ولی بخشی از اونها رو هنرمند بی‌نظیری دیدم. تناز عزیز فیلمایی که فرستاد برای من نگاه کردم. تناز توحیدیان عزیز همکار خوبمون فرستاد به من نگاه کردم، دیدم چه ویالونی باور نکردنی، بی‌نظیره، کارش بی‌نظیره. البته 2 سال پیش با علیرضا عزیز و دوستان تپشی همه در کنسرت شرکت کردیم که عالی بود. اون موقع هم در همونجا عالی بود. ولی خب در صد همیشه موفق هست و با هنر عالی که داره. خب این از این ماجرا. اما بهتون بگم که هنوز ما داریم فکر میکنیم. باز یادتونم باشه این برنامه در اورنج کانتی بود، در بناهن بود، چون اون قوانین هنوز اونجا مطرح نیست. و بعد این اولین کنسرتی بود که اون سالن برگزار میکنه. یادتون باشه تا 2022 کنسرت های آمریکایی برگزار نمیشن. بله. چرا؟ بخاطر یک، اگر قوانین سفت‌تر بشه امکان داره کنسرت ها کلا لغو بشن و برای کسانی که بلیت کنسرت خریداری میکنن این یک خطر بزرگی هستش. بله. تونی بنت چند سالشه؟ 97 سالشه. بله درسته. لیدی گاگا چند سالشه؟ 30 خورده. دوباره اینها در میوزیک هال در نیویورک کنسرت دارن در 1 ماه آینده. درسته. در میوزیک هال با همدیگه دوباره کنسرت دارن. خیلی عجیبه، هر دو هنرمند بسیار عالی. و چطور با تقریبا میشه گفت با بیشتر از 50 سال تعهد نیویورک درهاشو باز کرد. کالیفرنیا هنوز اون مشکل داره. کالیفرنیا مشکلای عدیدی داره که الان باید ببینن چیکار میخوان بکنن برای کالیفرنیا و آیا کالیفرنیا در باز دوباره مجبور بشه یه ردیف در میون بلیط بفروشن یا باز دوباره با 2 تا فاصله. الان سینماها دوباره همین حالت شدن. سینماها رو اعلام کردن که یک ردیف در میون میخوان بفروشن. حالا مواظب باش. یکی در میون. خدا رو شکر میدم نبود بغل دست من بشینه. نه صندلی بغلی نه. اگه من با شما بیل سینما با هم بخریم بغل هم میشیم. اما اگر با هم نخریم 2 تا صندلی بینمون فاصله میفته. ما رفتیم دوباره اون سیستم ممبرشیپ اون رو عضو شدیم دوباره با AMC، ولی داشتم میگرفتم چون گریه میکردم، چون همیشه میاد بغل دست من میشینه و نمیذاره من فیلممو نگاه کنم، چون میخوابه. من نمیذارم بخوابه. فیلماشو تو رویا میبینه. نمیذارم فیلممو نگاه کنم. اما من چی میخواستم بگم؟ چرا اذیت کردی؟ من نتونستم این کانسنتریت بکنم روی چیزی که میخوام بگم. بهترین مسئله که هستش و من فکر کنم دربارش بعدا صحبت کنیم در رابطه با این هستش که عروسی این روزها، عروسی و نوع‌های مختلفی که برای عروسی‌ها هستش و الان درهای بالاخره یه سری عزیزان منتظر بودن که این درها باز بشه بتونن عروسی‌ها شروع بشه و عروسی رو صورت بگیره که امیدوار هستن این ادامه پیدا کنه و بتونن اینا رو سیادای سالن ها، چون خیلی از سالن ها هم رنج بردن با اینکه یه سری هم از دولت پول گرفتن، ولی خیلی از سالن ها هم رنج بردن. اتفاقا یه مقاله میخوندم در مورد عروسی و اینکه چگونه عروسی رو بگیرید بتونید یک از نظر مالی هم بهتون کمک بشه، چیزهای مختلف نوشته بود، ولی در آخر یه سری نوشته بود گفت تنها چیزی که باقی میمونه زیاد چونه نزنید، اونم عکاسیه، عکاسی و فیلم و ویدیوست، رو اون چونه نزنید، درست، یعنی که غذا تموم میشه میره، گلها تموم میشه، نه اونها خیلی مهمه ها، خوشحالم که تمام سازمانهای کیدرین دارن برمیگردن، ولی گفت اینا همه میره، اون لباس عروسی که پوشیدین، نمیدونم اون میز صندلی اونجا، گلای رو میز، اینا همیشه همه از خاطره ها خواهد رفت، تنها چیزی که میمونه اون ویدیو عکسه، درسته. و حالا قضا برای خیلی مهمه، یک زن شوهری علیرضا هم دیگه اطلاع داری، اینا یک دعوتنامه فرستادن، زن شوهر نشده هنوز، یه کاپل، بله، که می‌خواستن ازدواج کنن، یه زوجی که می‌خواستن ازدواج کنن، که زوج بشن، مزدوج بشن، اینها دعوتنامه فرستادن. بله. بعد در دعوتنامه فرستادن نوشتن که ما هدیه رو شما پول نقد پرداخت کنید. خب خیلی الان معنی میده، خیلی خوبه، الان این بهترین راه هدیه دادنه. بعد نوشته بودن که مکسیموم ما پکیجایی داریم تا $250 به پایین. چه پکیجی داریم؟ اگه نفر $250 پرداخت بکنید استیک میخورید، آره، غذای بهتر با کوالیتی خیلی بهتری میخورین. بعد همینطوری که میاد پایین اندازه چند کورس غذا و اینا تغییر پیدا میکنه. پس گفتن هدیه شما و غذا رفت به هم دیگه داره. این قوی ترین راهی که من تا حالا دیدم و این قشنگ میخوره به جمله و به اون صحبت که همیشه میکنن، هر چی پول بدی بیشتر بخوری. مثلا خب اینا چجوری میفهمم که پول داده؟ از قبل پول بدن، ریسبند، آه ریسبند دادن. چه فکر کردی بعدن غذا رو بخورن هدیه هم ندن؟ بله، شما هدیه‌تون رو میفرستید، $250 $250 $500 دادین، شما رو میذارن تو اون کاتگوری که موقعی که میگن بفرمایید شام، شما میرین تو اون خط. وقتی میگم بفرمایید شما $50 دیگه، نه شما میارن میذارن سر میز نون و پنیر و سبزی. نه خب مثلا حالا مثال دادم که به اون صورت اون میزها میزایی هست که مشخصه. نه امکان داره مثلا در یک میزم مثلا چند نفر که دوستان داره، یکی نخواسته اینقدر پول بده، ولی در اصل نوعی تنظیم میکنن شما با توجه به پولی که دادین، نوع کوالیتی و مشروبات الکلی که میخورین فرق میکنه با بقیه. میشه ما که مشروب الکلی مثلا نمیخوریم غذای منو بیشتر کنه؟ نه دیگه، این میشه این استانداردها عوض بشه. میگن چیزی نمیتونی عوض کنی اونجا، نمیتونی بگی مثلا من سیب زمینی نمیخوام به جای شبیش بهم بده. نه این کارو نمیتونیم بکنید که در رستوران انجام میدید. چیز جالبی بود اینی که گفتم بگم، ولی رو میخواد، خیلی رو میخواد. اون زن اون دو تا پسر و دختره چه رویی داشتن. آره اون رو میخواد و بعد اون بیچاره‌ای که حالا خب نمیتونه اینقدر $250 بده و بره اونجا نون و پنیر سبزی بخوره. راستی علیرضا، الان یه $1000 میخواید الان به نفعت بشه، $1000. چطور؟ در پایین این داستانی که من خوندم یک عروس خانومی نوشته بود که $1000 به کسی میدیم که عنوان دیت مادر شوهر آینده من به عروسی بیاد. ایشون دیت نداره. آها شنیدم اینا. من به تو گفتم فکر کنم گفتم تو برو استخدام برو واسه مادر شوهر، مادر زنه بود یا مادر شوهره؟ برو مادر شوهر. مادر شوهر برو شب میری بیرون باشون، شام مجانی هم می‌خوری، $1000 میگیری. اگه مادر زن بود بهتر بود. میدونی چرا؟ چون مادر شوهر 100% سنش بالاتره. آها اینم اینجا باشه. آره. من گفتم عکس بفرستید اول. ممکنه به تو بگن عکس بفرست. چون داره $1000 میده. همین داره عزیده میکنه. الان تو فکر کن چه گولاخایی چه هیکلایی رفتن واسه $1000. همه عکس‌ها یه جوری فرستادن، ولی گفتن ایشون خیلی احتیاج داره بهش برسی. نمی‌دونم یعنی چی، یعنی مواظبش باشه دیگه، یعنی مثلا همچین اتنشن میخواد. آره بهش ابرو دیدین آره بهش برسین، بهش برسین. جریان این چه رادیویی نبود، نه بهش برسید بندی بدی نداره. یعنی که مثلا غذاشو مثلا بهش بدی، غذا بخوره. عزیزم چیزی دیگه میل میکنی؟ عزیزم وقت پس چی دیگه $1000 گرفتی؟ تانگو چی رقصیدین؟ نه خدا، بله تازه دستم دراز کنی. آره تازه بکنی. ما تانگو واقعا تانگوی واقعی یا نه؟ نه تانگو واقعی، همه چیش همون حالت دیگه. ولی هزار داره میده. عروسی تموم شد جریان چی میشه؟ الان تو فکر کن چند تا از جوانای کشور ما الان دارن کردن 20 میلیون 25 میلیون تومن بگیرم غذا میرم میخورم. آره. حالم میکنیم اونجا با میرقصیم. شاید امکانه با یه دختر دیگه آشنا بشیم. آره داریم میریم اونجا. کی تو را میخواد برو بابا. علیرضا من میخوام ببینم که بعد از عروسی جریان چیه؟ قرارداد چیه؟ قرارداد اونجا اون جداست حساب میشه. عروسا رفتن ماحصل اینا با چیکار کنن؟ یه پایان خوش. The end. نه پایان خوش. No happy ending. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش کانادا علیرضا اعلام کرد که از ماه آگوست درها رو باز میکنه، این مرزها رو، برای اول به امریکایی‌ها. بله که واکسن زدن. آره که واکسن زدن. این فرق میکنه که شما میخواین مهاجرت کنین، این کلا فرق میکنه. بله. ولی این خبر خیلی خیلی خوبی بود که کلا کمک خواهد کرد. یک خبر خوبیه که به شما مژده بدیم که حتما توصیه میکنیم. سازمانی که من با علیرضا و تلویزیون تپش به یک خانواده تشکیل شدیم و خیلی بهشون اعتقاد داریم، بهشون میدونیم که کارشون درسته و سابقه خیلی خوبی دارن. آدم‌های بسیار خوب. آدم خوب نمیاد، آدم خوب که مثلا شما کار آدمای خوب، نه، آدمای خوب در بیزینسیشون هستن و اون هم کسی نیست به غیر از خانمای نامور. بله، خواهران نامور، فریبا و آزاده نامور. از کجا؟ از کپیتال اینترنشنال امیگریشن سرویسز. بله در کانادا که سرویس‌هاشون هم علیرضا. بله بهترین اتفاقی که میتونه باشه برای شماهایی که میخواید به کانادا سفر کنید یا میخواید به کانادا برید اونجا سرمایه گذاری کنید، کشور کانادا رو به عنوان کشور دوم انتخاب بکنید، بخواید پاسپورت کانادایی بگیرید، اقامت کانادا رو داشته باشید و از مزایایی که یک کانادایی برخوردار هست شما هم برخوردار باشید برای تحصیلاتتون، برای ادامه تحصیلاتتون در کانادا. باز دوباره برای کسانی که استارتاپ دارن، ایده‌ای دارن، طرحی دارن که فکر کنن با این ایده و این طرح میتونن یک تحولی رو به وجود بیارن و اونها هم باز دوباره میتونن پاسپورت کانادایی و اقامت کانادا رو بگیرن. همه اینها در زیر یک چتر، اون هم به عنوان من بهش میگم نامور ایمیگریشن. کسانی که دو عزیزی که در اتاوا و تورنتو هستن که هر دوتای اینها با کارمندانی که دارن میتونن در کنار شما باشن، خدمت بکنن به جامعه ایرانی. کسانی که چه در هر کجای دنیا میخوان به کانادا مهاجرت کنن، برن اونجا، یا حتی میخوان برید اونجا سرمایه گذاری کنید در کشور خودتون، اونجا زندگی کنید، ادامه زندگیتون بدید، برید سرمایه گذاریتون میخواد در کانادا باشه که به نظر من موقعیت بسیار خوب و مناسبیه. امروز در آمریکای شمالی سرمایه گذاری کردن، چه در آمریکا چه در کانادا، به خصوص چه در کالیفرنیا و چه در کانادا. خب کانادا ما داریم درباره کشوری صحبت می‌کنیم با 35 میلیون نفر جمعیت و کشوری که بزرگتر از سطح آمریکا است. برای همین 35 میلیون جمعیت اینها دوست دارن که بتونن مهاجرهایی رو دعوت کنن. به خصوص امسال سال بسیار خوبیه برای کانادا، چون کانادا میخواد تو این یک سال خورده که نتونسته مهاجر بپذیره، الان درهاشو باز بکنه و بتونه مهاجرهای زیادی بپذیره. یادمون باشه ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم، باز دوباره گفتم که نیاز به جمعیت بیشتری داره، نیاز به سرمایه گذاری داره و چرا فقط چینی ها، چرا ممالک دیگه و چرا ما ایرانی ها نه؟ و خب داریم میبینیم که چه سرمایه گذاری های چینی ها دارن در اونجا انجام میدن و یکی از بزرگترین کشورهای سرمایه گذاری برای چینی ها هست کانادا. برای همین این اتفاق خوبه براشون. برای این تماس بگیرید با عزیزانمون در نامور ایمیگریشن یا به گفته حسین مجید کپیتال اینترنشنال ایمیگریشن سرویسز، میتونید با اونها تماس بگیرید، اطلاعات لازم رو ازشون بپرسید، بخواید. خوبه الان موقعیت خوبی هستش برای کسانی که تصمیم بین دارن و من همیشه این رو با زور عنوان میکنم. چقدر خوبه که ما بتونیم در کشور خودمون باشیم، اقامت کشور خودمون رو داشته باشیم، ولی اگر لازمه که کشور دومی انتخاب کنیم، چون قوانین کشور ما هم با دو ملیتی میتونه باشه، خیلی راحت پاسپورت دومی که دریافت بکنیم پاسپورت کانادایی باشه. احسن. وقتی که چند روز پیش خوندم که فکر کنم 6 آگوست باز میشه برای مرزهای کانادا برای امریکایی‌ها، اول برای امریکایی‌ها واکسن زده، گفتم چه عقیده خوبیه، من خودم برم یا شما هم دوست داری با من بیای بریم کانادا ملاقات بکنیم با خانم‌های نامور؟ چرا که نه، میخوای بیا واقعا؟ تو هم میخوابی تو اونجا؟ آره. اونجا هم دوست دیدن ندارم، ولی چرا سری بزنیم به هر دو جا. و این ساختمان جدیدی که رفتم به آفیس‌های خودمون بر منتقد کردن به این مثل اینطوری که من چون نبودیم اونجا که ما این چیزی که خوندم مثل بنای تاریخی، مثل یک کسر، یک قصر میمونه. یه سری بهشون بزنیم، با خانم آزاده، با خانم فریبا آشنا بشیم، بعد بقیه کارمندانشون و یه مقدار از نزدیک هم نگاه کنیم ببینیم چه خبر هست. برای علیرضا من واقعا سازمان رو از سالها قبل که اینا به ما پیوندن، من همیشه هر کی با من تماس میگیره میگم معرفی کن، معرفی میکردم. آفرین. دیگه اصلا ربطی به اینکه با ما کار میکنن هم نداشت. پس قبول کنید. نامور، نام آشنای شما در زمینه مهاجرت و سرمایه گذاری کانادا، دریافت ویزای تحصیلی، تجاری، اسپانسرشیپ همسر و والدین و مهاجرت از طریق استارتاپ، کپیتال اینترنشنال ایمیگریشن، با بیش از 15 سال سابقه کار، مدافع و ضامن قبولی پرونده شما. برای ساختن آینده ایدئال خود همین حالا با تیم متخصص ما تماس حاصل فرمایید. یک بحث خیلی خوبیه دوستان باتون صحبت بکنیم، برای که سالهای سال من دیدم، علیرضا دیده، با جوونا ما رفت آمد کردیم، آشنا هستیم، چه خبر هست. من به پدر مادرهای عزیز واقعا باهوش و زحمتکش و که عاشق زندگی بچه‌هاشون هستن، عاشق زندگی بعدها و آینده بچه هاشن هستن و همیشه هم نگران هستم، قربونش برم همه نگران هستن. میخوام بگم که تو رو خدا اینقدر به قول امریکایی یا نایوم بعض موقع نباشید، اینقدر ساده نباشید در مورد بچه هاتون که فکر کنید چون یه چیزی رو شنیدید بله حتما همونه. برای که من برخورد کردم حرفایی که پدر مادرها در مورد بچه‌هاشون میزنن، بعد اینکه من خوب گوش کردم یا علیرضا همین تجربه رو داره، وقتی گوش کردیم تازه میفهمم که نه این واقعیت نداره، اینا واقعا در از این چند سال اینطوری فکر میکردن. بچه‌ها بهتون رسه بگم I want to be honest with you. چی گفتم؟ میخوام باهاتون حقیقت رو بگم. بچه‌ها مجاریتی، یعنی اکثرشون حرف حقیقت پدر مادرشون نمیزنن، نه که دروغ بیان بگن، و اون چیزایی که شما فکر میکنید بهتون نمیگن. فرق نمیکنه، بچه‌های خودم هم دارم میگم فرق نمیکنه، بچه‌های علیرضا اصولا، ولی در یک سنی وقتی میرم بالای 40 سال همه حقیقت بهتون میگن. اگر الان بچه‌ها نمیان باتون صحبت کنن تو یه خونه، خانم من میگفتش که بچه‌های من که دانشگاهیان میخوام برن دانشگاه، تو خونن یک کلام با هم دیگه حرف نمیزنیم، این مسئله یک، گفتم نه مسئله نیست اصلا، سیستم اینطوریه. بچه‌ها قضاشون رو هم دارن میرن تو اتاقشون میخورن، اون سیستم غذا دور هم خوردم گودبای. بله اکثرا اتفاق نمیافته. علیرضا اینه که مگر اینکه گروه‌های خاصی هستن، گروه خاصی این کارو انجام میدن، خیلی خوبه. مثلا خانواده‌ای که مهمان خونه من بودن، اینا همیشه شام با هم میخورن، دور هم میخورن در خونه. ببین یه مقدار مذهبی تر باشن این کارو انجام، اعتقاداتشون بهتر باشه. کسی که اعتقادات مذهبیشون بیشتره، به خصوص در میان مسیحیان و یهودی‌ها، اینو من میبینم. بله خب خانواده‌هایی که مسیحی هستن و خانواده‌ای که یهودی هستن و پرکتیس میکنن، یعنی یک شنبه ها میرن به کلیسا، شنبه ها میرن به کنیسا. اینها بعضیشون هست که هنوز اون استانداردها رو دارن. من میدونم که کلیمیان عزیز ایرانی ما جمعه شب‌ها سعی میکنن همه دور هم باشن، شام با هم بخورن، خیلی خوبه. خانواده خیلی و هیچ جام نمیرن، اکثرا نمیرن، به خاطری که من پرسیدم، گفتن نه ما چون دور همیم میخوایم دور هم باشیم، بهتره که ما در خونه باشیم. اکثر دوستای نزدیک من کردم مثلا مهمونی‌های جمعه شب نمیان، برای که دور هم بخوانم بیان نمیرن. خونه چون که دعوت نمی‌کنه نه لو میرن آره لو میرن آره اکثر بالا میگه ببین من خلوت خودمون خلوت خودمون دوست دارم به خدا خب بگو مثلا حیات بهمونی میگیری کس دیگر نگو خودمون باشیم اوکیه خب تو رو متاسفانه خانواده حساب می‌کردن و این که با رضا خیلی در این مورد صحبت کردیم، سوال هاست، چندین سال صحبت میکنید در این مورد. باور کنید اینقدر ساده نباشید که چیزایی که فرزندانتون بهتون میگه، حالا یه داستان خیلی بزرگه، شاید اینجا وقت نباشه در موردش، شاید برنامه دیگه در موردش صحبت کنیم، وقت نیست. نه بذار فقط صحبت کنیم. داستان سریعه که یه دختر 14 ساله با یه پسر 16 ساله تو دبیرستان با هم آشنا میشن. مادر دختر خیلی خوشحال از اینکه یه پسر خوشتیپ و خوش قیافه نصیب ورزشکار نصیب دخترش شده و دختر هم با این پسر دوست شده. این زمان این ادامه پیدا میکنه، یک رابطه مسموم که در طی سالها مثلا در طی مثلا کمتر از 6 ماه یه دفعه پسر کنترل کامل دختر ما بگیره، با کی حرف میزنه با کی حرف نزنه، من از اینا خوشم نمیاد از اینا خوشم میاد، دوست دارم با اینا باشی دوست ندارم با اونا باشی و این ارتباط همینطور این دختر رو احاطه میکنه و از دوستان دیگهش دورش میخواد بکنه به هر دلیلی. این رفته رفته به جایی میرسه که وقتی این دختر و پسر از هم دیگه دختر دیگه نمیخواد با این رابطه رو ادامه بده و 2 سال میگذره از این موضوع، پسر با اینکه میره به دانشگاه ولی دیوانه میشه، تصمیم میگیره برمیگرده و با شلیک گلوله دختر رو از پا در میاره و مادرش صبح پیدا میکنه ساعت 6 صبح میبینه پلیس میاد، یه تیر به دیوار خورده بوده یه تیر هم به دختر خورده بوده و فوت میکنه. حالا نمیدونم بگم چقدر پدر مادر چون نمیدونستن این پسر واقعا در یک شخصیت دیگه هم داره، ولی کلا من به پدر مادرها اینو میخوام توصیه کنم. ببینید یه عده میگن که آقای مجید پسرم بچه پسرم خیلی آخه پسر خوبیه، منم بیا خانم محترم رفتم به دانشگاه بچه خوب و بد نمیشناسه اصلا ربطی نداره بله. از زندان 2 نفر کشتین رفتین زندان 30 سال زندان بودین اومدین بیرون میرین دانشگاه اصلا کاری ندارم به این چیزا اتفاقا بچه خوب به در دانشگاه نمیخوره. من بهتون میگم یه ذره باید زرنگ باشه، بچه خوبی که فکر کنه میاد خونه سلام میکنه آشغالا رو میبره میذاره جلوی در رو یه ذره یه کارو میکنه که حالا بچه خوب خیلی خوبه، بچهای ما هم خوبن، بچهای شما هم خوبن، ولی اینکه دلیل خوب بودن ما موفق بشیم نه نیست. ما بحث داریم سر آشغال بردن فقط بچه خوبی نیست اصلا و اینه که من توصیه میکنم پدر مادر یه ذره دید داشته باشن، یه ذره بیشتر عمیق‌تر نگاه کنم، زیادم نمیشه کنترل کرد زیاد نمیشه ریزا کنترل کرد متجسسی، ولی یه مقدار این پدر و دختر پدر این دختر تلفنش ازش میگیره به خاطر اینکه میدیره پدر میگیره پسر میره واسش یه آیپد میگیره بهش میده میگه با این من تکست کن به توجه داشته باشه. شب آخر وقتی دختر برمیگره با این به هم زده بوده پسر رو پیدا میکنن دمرو با صورت افتاده جلوی خونه اینا، بیدارش میکنن کلک بوده دیگه، میگه منو دزدیدن آوردن اینجا گذاشتن جلوی خونه تو. ببین چه مسئله بوده. در هر صورت خواهش میکنم یه مقدار بیشتر فکر کنید در مورد بچه‌هاتون، زود تصمیما رو نگیرید، در حد صد نگیرید ولی کنترل داشته باشید. آره یه ذره کنترل داشته باشین، زیادم نمیشه کنترل کرد ولی رفتار و کردار شما در خانه با بچه‌هاتون میتونه، اگه بچه‌هاتون هم زیاد صحبت نمی‌کنن باتون این سیستم بچه‌ها هست هر کاری میتونید بکنید قبل از در آمریکا به خصوص تا قبل از 18 سالگی باید انجام بدید. هر خط کشی میخواید بکنید تا قبل از 18 سالگی بله. اگر رو تلفنشون میخواین ترکر بذارید تا قبل از 18 سالگی خیلی راحت هم بهشون بگید من میخوام بدونم تو کجا میری، من میخوام بدونم تو چیکار داری میکنی. این اهمیت داره و این مهم هستش. در هر صورت این مسئله بچه‌های ما تا یک سنی ما میتونیم واقعا یه کنترلی داشته باشیم. بچه‌ها تا سن 18 سالگی نمیان از شما ادوایس میگیرن، به کسای دیگه گوش میکنن. بچه من خیلی به حرف علیرضا بیشتر گوش میکنه تا پسر علیرضا به حرف من بیشتر گوش میکنه تا یواشهاش میرم بالاتر اینا به شما گوش نمیکنن. زمان دانشگاه فقط با شما صحبت میکنن، احتیاج مالی دارن اصلا کار دیگه با شما ندارن اصلا، تازه نمرهاشون رو از شما پنهان میکنن. تازه میریم جلوتر وقتی میخوان کار بگیرن. بعدم یه چیزی خواهش میکنم این توجه داشته باشید. من خب پدرم همیشه دوست داشت که من خب من برم تحصیلات حقوق سیاسی بخونم مثلا درسته، بعد رفته رفته به این فکر کردش که خب برم یا وکیل بشیم یا دکتر بشیم. همه کس قرار نیست دکتر و وکیل بشن، همه کس قرار نیستش که برن این مسائل مختلف به این صورت پولیتیکال ساینس بخونن، اصلا همچین چیزی نیستش. متوجه یک زمانی میرسه که شما اون کاری که توش میدونید خوب هستید بذارید بچه تو بره اون کار انجام بده. شاید یه مکانیک خیلی خوبی بشه و بتونید از اون مکانیک شدنش لذت ببره. شاید بتونید یه خیاط خوبی باشه، شاید بتونید یه آشپز خوبی باشه. همه اینها در جامعه ما لازمه و بهتر بودن از یه وکیل بیکار بهتره. یک آشپزی که کار میکنه و کارش خوبه خیلی از یه وکیل بیکار یا از یه پزشک نادان بهتره. آخه یه خانومی رفتن با پسرشون رفتن خواستگاری و نمیخواستن زود بگن پسرشون عصبی داره. گفتن عروسی موقع میکنه قبول نکنن چون دکتر مهندس یا خانواده اصلا قبول نکنن. 20 ثانیه بعد گفتش که بعد مادر داماد گفت من خودم میگم چه کاری نگران نباش. بعد گفتم پسر شما چیکار است؟ گفت پسر من یه مغازه دو دهنه داره که لوازم یدکی گاو گوسفند میفروشه. در هر صورت اینو خواستم بگم، من که حرفی نزدم تو این برنامه. ماشاءالله همه حرفا رو علیرضا زد و بره جنب ببندید. خدا رو شکر که همچنان میتونیم برای شما صحبت کنیم. سپاس فراوان از شما، از طرف خودم، حسین مجید و همه همکاران. خدا نگهدار.